خدمت رو عرض کنم. بریم با هم دیگه شروع بکنیم. تا کجا گفته بودم بچه های تو؟ صفحه چندی؟ هفت و یک صفحه هفت بایی وقت کنم داشته باشیم. خب بریم با هم دیگه شروع کنیم. پسر و دختر صفحه کلاس بسیار بینرژی که بود از کنیم خیلی قشنگ تره. بریم با هم دیگه شروع کنیم. خب سیوی کردید آفرین. دستتون هر کنید آفرین. چرا خوشحال شدم بالا که بگم بالا سیوی برو جو بگی هست بخواییم کمک. خب بریم با هم دیگه. بعد بچه ها پرسن آقای مولایی بچه ها رو پاچ کار کردن بچه ها خوب خوب بودش. متاسفانه بعد از مجموعه ها همکاری نمی کنن مثلا کرمان خوب خیلی درگیر انتخاب بشن اینا امروز هم خوش کشیدن بهشون خدمت رو عرض کنن تو کرمان ثبت بشه. امروز یه لیست مال یه آموزشگاه فرستاده اون رو دوزدمش خدمت رو عرض کنم. ولی یه جمله من بگم یکی از اساتید خیلی متن قشنگی بود داشت اون اول خدمت رو عرض کنم. بعضی بچه ها میپرسن مال یه آموزشگاه کوچیک مثل خودت مثل خودت رتبهاشو میکنم نگار اسماشو میدارم دیگه تعدادی رتبه‌های برتر زیر 2000 کنکور 1400 هنوز هم همش در نیومده 181 145 201 1400 1700 900 400 یه کلاس مثل خودتون گفتن کارنامه‌تون یه نکته بگم الان من بخوام کارنامه استوری کنم باید شروع کنم من بچه‌ها یه لحظه نگاه کنید اون دوزبت یه لحظه پشتش رو نگاه کنید زده تعدادی از رتبه‌های برتر کنکور 93 تا من بعد 95 اصلا دیگه وارد نکردم. اوکی دیدی یکی سقفش رو میزنه نکن من اگه بخوام کارنامه استوری کنم که باید کارنامه دانش آموزم که سردی بشه دانش آموزم بچه یکیشون 64 زده میدونم بالاترین ها ریاضی 64 زده 59 داشتیم 50 47 بین 30 تا 50 وحشتناک. اوکی ولی خدمت از من کنکور آشغال بود اصلا اونی که مثلا زده مثلا 64 درصد دیگه تشه تشریف دانشون خوب خیلی خوب بودش اینا خدمت ما عرض بکنم اینا راضی هم نبودش دوباره میخواد بمونه برای سال بعدی میره بعد کارنامه‌شو من یه کلی نکته بگم اولا توی این بازی کارنامه ها نمیخوام برم حالا بهتون میگم چرا توی بیانیه خفن برای بسترو میخوام بذارم اینا ولی خدمت ما عرض کنم هنر ما چیه؟ یه کلاس اینجوری شاید مثلا از شما 15 تا بیشتر در 15 تا بیشتر این رتبه های این کلاس تازه یه خبر دیگه سه تا دیگه رتبه داشته امروز در اومده با به لیست تشکیلی اضافه میکنه گفتم آقا من نمیخوام حالا همین لیست رو بذارم مثلا اهواز میدونم یه 22 داشتیم 300 200 خورده ای 600 مثلا یه دانش آموز بود متری صادقی من سر کلاس همیشه ازش میکردم متری صادقی تو فیلم ها هم هست بشنم ادنا متری صادقی تو هیچ غلطی نمی کنی ها درست یا آقا نمیدی آقا نشنفت خیلی منو دوست داشت مثلا من یه سوال علی دارم هیچ زوری میکنی همش کامل میذاشت آقا من روانی شدم بعد دیگه خدمت عرض کنم بود بچه 640 خورده ای خیلی هم خوشحال شدم مثلا ریاضه تجربی تجربی داشت آره 640 و نمیدونم 640 خوب نمیدشم بچه خیلی خوبی بود یعنی تو کلاس ها ما با اینکه ندیدیم الان مدیتالگی نمیدونم چه شدیه کوهه میبینه خدمه درست کنن قدرولت به قدر کوتاه حالا چجوری اینا ولی آدمی بودش که ما در مثلا هم بسید که آنلاین ما هم میتونست رو اینکه اعتبار بدیم خیلی انرژی مثبت داشتن بعد بچه ها اینجوری بوده اینا مثلا دانش آموزم مرداد خیلی خفم سر کنترلش بچه رو پشت رو پونسر کارهاش رو امروز فرستاد که من ناراحت بشم معذرت خواهی کردیم بعد یه خدمت شما دانش آموز کرمان بشه خیلی بودش بعد یه خدمت درس کنم یه دارم صد و خوده ای داشتیم بعد یه خدمت آنان اکادمی داره در میاره آنان اکادمی داره در میاره اون فارو بعد یه خدمت درس کنم خوب بودن ما رتبه داشتیم حالا من یه کارنامه جالب میخوام بزنم براتون رتبه داشتیم مثلا بچه‌ها ریاضیات منفی 5 درصد ریاضیات مثلا 64 درصد من همون درس رو دادم اوکی یعنی دانش آموز بستگی به شما داره که آقا چه جوری کلاس برداشت بکنه اولا که
بازار خیلی باز باب شده، کارنامه‌های فیک درست می‌کنن. یعنی من مستند حالا شاید چیزی رو کنم خیلی جنجالیه، ولی طلب کارنامه فیک درست کرده، مثلا رتبه 161 منطقه یک اینه، 161 منطقه دو این اسمشه، 161 تو منطقه سه اینه، یه دونم 161 کشوری داریم اینه، 161 دیگه طرف اعلام کردی مثلا مهران مدیریه فرمی منظور چیه؟ یکی دیگه است. این اصلا یا مثلا ایشون رتبه شده 500 مرداده شده 500 درصدی اوورده، ایشون رتبه شده 1200 درصدی کدوم باید بهتر باشه؟ 500 دیگه درصدی بهتر. کارنامه درست دیگه غیر حرفه‌ای کارنامه درست دیگه متاسفیم دیگه متاسفیم. یعنی من فقط تأسف میخورم. من خواهر خود من دیروز دکترای معماری این جامعه چقدر داره آسیب دیده میشه، گفت تو چرا کارنامه‌ات نمیذاری؟ گفتم برو تو دیوونه ای تو هم کارنامه‌ات رو بذار. گفتم کارنامه چی بذارم؟ خب آقا من اگه اینجوری بخوام بکنم این که رتبه شده 20000 گناه داره، خانواده بمبارانش میکنه. من میدونم اوکی؟ حالا یه تعداد چند تا میذارم ولی دیگه همه میشناسن من چی. من اگه بخوام کارنامه بذارم کارنامه شاگردم که صده دیگه از این خط آقا داری رو کن دیگه از این بالا آقا دیگه ترش دیگه آقا من ترش دیدم. وقتی یکی مثلا در میاره 100 میلیارد تو ما 100 میلیارد در میاره آقا من ترش دیدم دیگه اون 100 میلیارده برخا براش جذابیت نداره. یعنی کسی که میادش با درصد مثلا 40 درصد داره پوز میده پوچه واقعا میدونم. و اینا برای چیه؟ برای که این دانش آموز متزلزل شه، برای که بگی آقا من خوبم و فضای مجازی داره کشورمون رو پود میکنه. آره حالا بعضی بچه آقا مثلا میپرسن اینا در کل خوب بودش، پزشکی خیلی داریم، حالا نان نفعش بودش پزشکی خیلی داریم، دندون پزشکی خیلی داریم، مهندسی خوبی تهران خیلی داریم. خوبی طبیعیه باید بشه، اگه نباشه بچه رو من اینقدر گرون میگیرم. الان بپرسید از آقای مرادی آقا گرونترین دلیل اون چیه؟ چرا باید اونجوری باشه؟ بابا حتما یه چیزی هستش دیگه. جونم آقا رقابت منطقه یک سخت داره یا منطقه یک سخت داره؟ یه مثال باحال بهت بگم تو رو منطقه چند اینا مال من نیست ها، اینا آمارادی خیلی خفن میگه. منطقه یک بچه ها، این منطقه دو، این منطقه سه، رقابت کدوم منطقه خفن تره بچه ها؟ یک دیگه منطقه یک دونه کدوم شهر ها میشه؟ مثلا تهران، اصفهان، اصفهان دیگه خدمت درس کنم، شیراز، کرمان، تبریز، شهرهایی که امکانات قدر توش هستش آقا اینا میشه منطقه. منطقه دو کجا میشه؟ کرمانشاه، یاسوج. حالا یه جاهایی که دورتر میشه مثل ماهشهر، مثلا یه قسمتی از فردیس کرج که امکانات توش ضعیفه یه قسمت میشه منطقه سه. اوکی؟ یه قسمت مثلا تو اون بر شهریا مارلیک منطقه سه. تو رتبه اینجا شده 300، اینجا شده 300، اینجا شده 300، یه رتبه تو سهمیه شهری دیگه رتبه در سهمیه. این تو کشور میدونی چند میشه؟ تقریبا حالا اینا هم من رو نشده ایران مشاهده و زرفتر میده به زمان من بچه کرده بودم انتخاب رشته میکردم گفتم آقا بچه اینجوری کن اینجوری کن اینجوری کن خیلی کوچیک بوده. 300 مثلا چی میگن؟ میشه هولوش مثلا کشوریش در میشه مثلا هولوش 600 یا 700 تقریبا دو برابر، تقریبا دو برابر و بعد دوش میکنه میشه 600 یه ذره بیشتر میشه 650 تا 700 میشه رتبه کشورش. این که منطقه دوه رتبه چیه؟ 300. اوکی تو کشور اگه بخوایم بگیم رتبه شنده این آدم این کشور رتبه شنده این مثلا میشه رتبه تو کشور مثلا داره 3 میشه 900 یه خیلی میشه مثلا 905 این مثلا داره تقریبا 4 میشه. حالا من یه حرف که میگم درست نیست تقریبا 4200 از کدوم آدم خفن تر من برای یکی دیگه این از همه خفن تر ولی رقابت تو این سخت تره امکانات بیشتره تو شانس قبولی که منطقه یک هستی توی این منطقه بیشتر منطقه یکی اینجا رو نمیگم ها تهران نمیگم منطقه یکی کشور بپرس
الان فهمید شد؟ خب حالا یه نقطه اینه یه 300 اینجا میاره شانس قبولی تو شهر خودش داره اوکی، ولی اینا شانس قبولیشون توی اینجا ها بیشتر. چرا؟ اما منطقه محدود برای اون سهمیه داره. فهمیدی منظور چیه؟ اوکی؟ یعنی اینه 300 شده به خاطر دیگه آن برای 300 منطقه سه. ولی یه نقطه بگم ها بازن باز سر منطقه سه احتمال داره مثلا یه چون 1200 این 650 این قطعا از این دروتره بیازم اوکی؟ این میشه کلیات رتبه. حالا اینا رو حال موردی خیلی خفن‌تر و قشنگ‌تر بهتون میگم و اینکه در کل گیر اومدیم در کل نتایج اون چیزی که پیش بینی می‌کردیم شدش. بله من یه جمله گفتم، گفتم آقا کنکور سخته و برای همه سخته، دانش آموز از دست بدن، ولی دانش آموزی که بین 30 تا 50 زده بودش مثلا بگم چند میگم بچه 40 زده بودش 40 زده یعنی انگار 80 تا 90 زده یعنی تمرینش این با این برابری میکنه، ترازش برابری میکنه، سنگین بود یه رساندار بود دیگه، خودش تازه هضمم کردم، تازه نکته استعداش در نمیانه عوضی ها من توی یه چیز میگم، استعدادی میگم هضم الان اونی که مثلا زده 59 درصد با هضم شده ها زده 59 درصد تازه ببین چقدر کنکور چرت و پرتی بود افتاد؟ کنکور چرت و پرتی بودشنم ولی در کل خدمت درس کنم نتایش همونش که اونی که درس خونده بود نتایش رو گرفت، اونی که درس نخونده بود آقا نتایش رو گرفتش، ولی رقابت تو ریاضی بود که دیگه دلچسب ما بود نبودش چون غیر استاندارد بودش. این از سوال دیگه بریم آن دیگه شروع کنیم درسمون رو با قدرت. خب حالا من دقیقا ایشالا هفته بعدی نه بعدی فوقالی فکر با همگی داریم بچه ها بهتون رو بودش باید میگن. خب جزوت رو بیار بودو جزوت رو بیار گفته مجموعه عجب سوالش رو شد سوال تست آموزشی صفحه هفت گفته x رو منهای دوتا x کوچیکتر از قدر مطلق x هم بنایی بود شنیدم من یه چیزی شنیدم طرف مشاوره اومده استوری گذاشته من پول ناهارم شده مثلا یه عددی انتخاب بشه میگیرم پنجاه میلیون چه بدیم؟ این رو شنیدید شما؟ من جمعه که استوری کردم یه بچه پانسان استوری شنیدید خیلی جامعه داشت استوری شنیدید نه من شنیدم اصلا داره یه چیزی جالبی میشه میگه من رفتم مثلا رستوران اما من رو هم امشب نم رستوران فاکتور غذا مثلا شیه بخورده عکسش رو میگه این میذاره اینستاگرام میگه چون فاکتور غذا میده من اصلا نباید انتخاب رشد زیر 5 میلیون بگیرم آره دیگه این چیشه اینجا الان سروش مهیدی رو از رنگ زدش که خب خیلی هم معلم و معنس در ارتباطن و اول بارمامی اصلا من ما چی میگم گفتم دیگه خب خلاشو کرده مجرسی آره اصلا من به هیچ چیزای بعضیشون میگم من نمیدونستم من گفتم به هم بفرست بگم کی هستم بریم با همگی شروع کنیم آقای مولایی با قدرت ایکس دو منهای دو ایکس کوچیکتر از قدر مطلق ایکس منهای دو خود خواهم بخواهم اینو حلش کنم گزینه هاشو برای من از گزینه اول میخونی بازه منفی یک بازه منفی یک باز دو بازه منفی یک تا دو باز منفی یک تا دو باز خوب سه بازه یک تا دو باز خوب کنم بازه یک تا دو باز خوب گفته جواب نامعادل کدومه آقای مولایی من میخوام چی رو حلش کنم من این سوالی به چندی دردش حل میکنم که عشق کنم با که کیف کنید اصلا حال تو خوب شه حال خیلی ها رو میگیرید ایشالا سال بعد هم ایشالا نچه ها همین جوری بیاده ایش نچه ها تو همین کلاس هم چنین کارنامه و بهتر در بیاد من راضی هم یعنی من توی کلاس مثلا آقا توی کلاس همه که آقا نمیتونن چرا؟ چون همه تلاش نمی کنن که ایشالا که همه تو رتبه هاتون بشه آقا بین مثلا صفر تا هزار بشه آرزوی هزار بشه اوکی ایشالا آقا مثلا کلاس این شده شما 50 نفر 15 تاتون 20 تاتون این هنره 20 تاتون آقا 20 تاتون مثلا زیر هزار بشه این خفنه اوکی این خفنه آقای مولایی شروع کنیم گفته جواب نامعادل کدوم باز است اولی روش رد گزینه آقا شما نبودی رد گزینه جواب رو به شما داده گفته جواب اون کدوم باز است بعد گزینه ها کمک بگیرید آقا اولی گفته بگو ببینم اولی گفته از کجا تا کجا بچه ها من یک باز تا یک باز بعدی گفته از من یک باز تا چی رو توی این باشه توی نباشه یک یک و تا یک و تا
یکو جاگذاری کنیم، یکو با دست من جاگذاری میکنیم، این چند میشه؟ یک. درست نمیشه این سوال؟ یکی یه جاگذاری چند میشه؟ یک. چند نایی دو چند میشه؟ یک. بگی دیگه بچه اگه من یک شدم این چند میشه؟ خوبم نخوابیدم دیشب، خیلی هم کار داشتم، خواستم کلاسم نیا ولی اومدم کلاس تو اگه به انرژی ندید میتونم تحصیل تو کنم بدید اوکی برم شما دیگر بخوانم کلاس باید هم کردیم آقای موله بریم این به خاطر انرژی رو گفتم شما هم اینجا حالا خوب میکنیم بریم هم بیر یک باید تو جابای من باشه بچه میتونی بگی بچه رو نمیدیم چرا آشان رو یک باید تو جابای من باشه آقای موله یک رو داره نه آقای موله این یک رو داره نه از سر تا دو یک رو رقابت بین این میده یک بار تو جامعه من باشه که این دوتر آره این گفته از منفی یک باز دو جاست این گفته از سه تا دو یه چی بگو از منفی تا دو باشه توی این باشه توی نباشه سه چند؟ سه این صفر رو داره این صفر رو داره این صفر رو نداره این صفر رو اگه بذارم تو مسئله صفر رو بذارم تو مسئله این چند میشه؟ سه این چند میشه؟ سه صفر کوچیک اگه صفر بذارم چند بیرون؟ دو چند بیرون؟ دو عکسشو بگیر حالا روش تو اول اول سومی عکسش آخ خواهی رفت خب آبا بگیری آبا میبینی میبینی تلاش اونجا دیگه ارتباط با خدا خدای خدا چی بوده خب برید آقای مولایی شروع میکنیم خیلی باید درس کنم حالا اگه این سوال رو بخوام من علمی حلش کنم چیزی یا مولای حلش کنم من اول علمیش هم میدیمسم که تو خونه خود کار بکنی جلسه هم من گفتم اما تو این سوال چی داره اذیت میکنه؟ قدر مطلب اگه بخوای از بین بری چکار کنی؟ قدر تا بردارم این مصال من بذارم؟ نه خب بازم آیا جانم میخواستم من بذارم آیا دست موسرش بکشم باری کردم آقا این مولایی اومده منه زدن برم برگشت آره که الان میگه آقای مولایی نمیتونی قدر مطلقه برده باید بازه بندی کنی دمه دیگم اصلا باورم نمیشه خدای شکره بیا اینجا ریشه این داخل قدر چنده؟ دو ریشه داخلش دوه آقا به کمک ریشه این داخل قدر مطلقه بازه بندی میکنی یه دونه اینجوری یه دونه اینجوری آقا یعنی چی؟ این داره میگه یه بازه شما بعد از دوه یه بازه شما بعد از دو مثلا چند بچه ها؟ سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نه، ده، یازده، دوازده، سیزده، چهارده، پونزده، شونزده، هفده، هجده، نوزده، بیست. خفشو بگو. اگه بزنم اینجا چی میشه؟ خودتو من میخوای شروع کنید. نوزده، بیست، بیست، یک، بیست، دو. نمیشه شهید بشی دیگه. برای من میخوای اینجا باشه. قطعا میتونی بشین اینجا. آقای مولایی شده بشید که بلند بشید. اگه من اگه آزه دوازه سیزه چهار هم بذارم اونجا میشه مصفت. چی ببین اون بچه ها؟ خودش. یعنی میشه ایکس دو هم اینه های دو ایکس کوچیتر از؟ آقا چون داخل قدر مطمئن مصفت چون خودش ببین درسته؟ یه قانون داری وقتی داخل قدر مطمئن مصفت باشه چی ببین؟ خودش. وقتی منفی باشه چی ببین؟ ای باری کلا عجب کلاسی داریم ما داره کم کم حالم بدتر میشه به جایی میبینم این اگه برم این بعد میشه ایکس دو این بعد دو کوچیکی چند بچه ها سه همین جدل ها میشه تعیین نمرات میکنی و با این چک میکنی باید باید بعد دو باشه حالا بریم بعد حالا اینم بگیم گوش کن اگر بچه ها قبل دو باشه مثلا قبل دو چند یک سر یک بذارم صفر بذارم این داخل چی میشه؟ قرینش رو دیگه نمیشه x2 منهای 2x کوچی که منهای 2 آقای مولا اینا بدیم و اگر اینا بدیم این میشه 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 x2 منهای x منهای 2 کوچی که چند بچه ها سه تا اینا رو من بگوی هر بشه اوکی آقای مولا داشتیم دیگه درسته ولی طولانیه یعنی اگه این سوال بخوای با این روش حل بکنی تو دوره اول حل نکنی بهتره میشه از این عکس بگیم آره این محلوم دیگه میشه از این هم عکس تو بگیم حالا گزینه نرده ها گزینه نرده ها یعنی چی؟ آقای مولایی اومدی گفته جواب این نامادره بازه آتابه چقدر مخبه یه مقنی ها کدومه
آقای مولایی وقتی میگه جواب چه قشنگ درس میدم وقتی میگه جواب معادله بازی آ تا ب دیگه رد گزینه هوتوتو یعنی این چی؟ یه جو کلمه جدیده هوتوتو چی؟ هوتوتو چی میشه؟ یعنی تو چی؟ دارتون باشه بس رد گزینه هوتوتو این کلمه به این واقعا مثل یه جمله چی میگن؟ این کلمه تهرانی اصیله مثلا رد گزینه هوتوتو مثلا اون لاتای قدی هستند ما نمیگیم خدمت فرض کنم و همه نمیگی بابا مثلا اینچه بگی بگی بابا هوتوتو آقای مولایی جواب این نامعادله بازی آتابه بیمه نها کدام هست؟ پسر بیمه نها کدام هست؟ من اگه بخوام اینو حلش کنم رد گزینه که هوتوتو آقای مولایی یه سوالی خب باید علمی حلش کنم ولی اونجایی که علمی یکم طولانیه اوکی من یه روش باحال بهت گفتم شما این نامعادله وقتی سوال میگه بازی آتابه میتونی این نامعادله رو معادله تبدیل کنی گفتم دیگه این ارزششو داره دانش آموز خیره قدر مطلق ایکس به دو کوچیک دو آقا اینو مساوی کن تو کودنی تو گاوی بابا این چه اصلا معروف ترین نامعادله ای که تو باید بلد بشی میگفتیم بین منفی دو و دو این چه اصلا معروف ترین نیشه یعنی اگه اینجور مساوی تبدیل کردی باید کتک بخوری افتاد حتی به غلط بیا اینجا آقای مولایی رو میکنی مساوی خب حالا میخوایم اینو حلش کنیم اگر این معادله رو حل بکنم چی به دست میاد میگفتم؟ لبه باز سبک مولایی مولایی سبک چه هم میکنه؟ میگه آقا میخوایم اینو حلش کنیم خب یه سوالی اگر میتونی با چیش حلش کنی؟ یعنی تو حدست خیلی قدر باشه دانش آموز خری باشی میتونی با حدس بگی ولی تو در اون حد خفن نیستی نابغه که نیستی ماما مولایی میخوام اینو حلش کنیم اگه بخوام اینو حلش کنم بازمندی کنیم با هم دیگه بازمندی یه بار بعد از دو سوال بگی یه بار بعد از دو و بعد دو این مثبت شد دیگه یعنی میشه چی بچه همه با هم دیگه صدا فریاد بزنیم اینو بدیم یعنی میشه ایکس دو ایم یه لحظه این زریبا رو با هم جمع کنیم سه امتحان کن امتحان چرا نشسته تو گفت سه خدا نه خوب بشمه آقا زنید رو ایسته هم یکی خب بعد آقای دوم چسته خب هم پیسته آفرین من آقای مولا این جمعه ایسته تا شهر بچه ها سه یه ریشه من میشه یه ریشه من میشه سیام چند میشه سیام دو یک بزرگ دوه نه بس کنی چیز زدی نه پس این قابل رقم این کیه ایشالله لبه بازه بریم هم دیگه قبل دو قبل دو مثلا چند یک داره این داخل منفی میشه قبل نشد دیگه میشه ایک دوه منفی ایک سه برده دیگه الله اکبر ایک سه این دفعه اسمش بود دانیا اینو با این جمع کنیم یکی منای دو میشه منفی با بسطی برابر وقتی اولی به علاوه آخری بشه بسطی یه ریشه من میشه منفی یکی چی میشه؟ منفی سیام چند میشه؟ دو اسکولی دو کوچیک دوه؟ نه اما منفی کوچیک دو؟ هست این چیه؟ خب یه سوالی یه لبه یه لبه چند شد؟ منفی یه لبه چند شد؟ دو یه سوالی مگه دومن لباش نبودی؟ بله از یه لبه بازه آره دانش آموز میگه چرا قاره میذاری منفی؟ توی اینستاگرام پیغام داده بودن اینستاگرام پیغام داده بودن چرا آ رو گذاشتی منفی؟ یکی ای رو گذاشتی دو آقا چرا اینا رو جابجا نکردی؟ کودنه گوساله کتابت اذیت کنه اون موقعی دیگه نمیشونم پوشه راه بدم آبا کمتره منفی که بیشتره بری دیگه بازه است دیگه دیگه اینو میدونی خب آقا بازه به دست من اینو بدنی کنم دو منهای منهای چند میشه؟ سه یه لحظه این بازه چون رو سرم رو هستم بلایی؟ بردار دیدی؟ دیدی بازه رو در آوردن؟ دیدی؟ خش کردی؟ بله یه نکته شما که جلسه اولتون هست اونها که جلسه اول آنتراک باید بشه من آنتراک میدونی چیه؟ خب دفعه بعد زنگیره آنتراک آخه یه روز چی میگم رفته بودیم سر یه پروژه به یکی از مربیان بعد من شما تو محاسبه میکردم مثلا اونها عباد اینجوری اینجوری اینا بعد میشن تو محاسبه میکردم اونها خب این زمینی که دارید اینجا مثلا یه زمین دارن توی خیابون دربنده من گفتم کنی اینجوری کنی سطح شغال اینجوری میشه داشتم تو محاسبه میکردم بعد این کف کرده من شما تو محاسبه میکردم بعد یه دفعه بسته گفتم دو چهار تا
واقعا میگم یک روب ما خندیدیم. من یه دفعه حساب کردم خب دو چهارشنبه اصلا دیگه اینا یه دفعه هول شد دقیقاً جریان اصلا من آنتراچ. خب اوکی یاد گرفتیم. فیلم داریم، فیلم های درسته گذاشته رو بدم. اوکی میشه اصلا نگران نباش تا روز کنفیکشن رو هم آقای مولایی شروع میکنیم. عکس رو گرفتیم هشنگ. خب بریم ادامه. آقا یه روش چهارم گفته این چرا مولایی خفنه؟ روش چهارم نمیشه رسم بشه. یعنی من بعدا رسم بشی به خفن یاد بدم شکل اینو توی فکر کنم 5 ثانیه میکشم، شکل اینو فکر کنم توی 4 ثانیه میکشم، 9 ثانیه 10 ثانیه اصلا بود. بعد میبینم کجا این بالای اینه، این بالاشه، کلا 30 ثانیه میزنم. ولی اونم باید هنر داشته باشه، یعنی شکلش هم قوی باشه. آقا ما شکل خیلی قویه، میدونم چون شکلش هم قویه. 4 تا نمودار رو تو این جزوه میجوی، در جزوه بعدی 4 تا نمودار دیگه میجوی. اوکی؟ آمونه ریاضی چند کلا نمودار؟ 8 9 10 تا تش تش. واسه من اضافه هم میگم مثلا تابع هموگرافی ندید ولی من میگم خب. خب بریم بعد این صفحه بعدی. بریم بچه‌ها. یه حالت عجیبی هم دارید آمد شده حالت مولایی سکتوری رو برد. آمین شما باید باید رفته بودیم برای بابا واکسن بزنیم به بوده باید بوده خب جواب نمیده، یعنی یه لحظه بازه داره گذنه یکه. خب الان سوال بعدی من اومد بعدی واکر کنم بدار کنم. خب ببینیم چی میگه دکتر. دکتر دانیال چی بود؟ دکتر دانیال میخوای پزشکی؟ نه ریاضی ها خوبا شوش گفتن شاید این کارو کنی خونه ها دارم اگه دارم خونه خونه رو خوبه حداقل ساختمونه کجمه میشه. چه رشته ای دوست داری؟ عمران ای میزنی دست شما من که اصلا نه بابا من 3 سال دیگه هر نه 3 سال دیگه یا تو باشه نه سه سالی دیگه میگم روندمون روندمون خیلی راضی هم من روندمون راضی هم آدم باید یه نکته بگم همیشه من در حال یادگیری باشه من کلن آدم تکاملگرایی هم و وانه نیستم این جمله که به شاگردان بدارم شما الان خواهر کوچیکای من شما بداشت کوچیکای من من یه جمله گفتم به خواهرم گفتم ایش خود قانع نباش حتی تو ازدواجی یعنی آقا یه بار میخوای انجام بدی دیگه یه بار میخوای انجام بدی درست باید انتخاب بکنی این جمله رو یاد بگیر نه انتخاب درست مهر نیست پول خوشبختی نمیاره پول ولی شیرینی زندگیه اینا ببین این چی آتشن اون کسی که میگه پول چرک زندگیه زر میزنه پول چرک زندگیه پای پول شیرینی زندگیه رفاهه خدا گفتی آقا ما بریم مثلا تو غار زندگی کنیم تمام این نعمت ها برای ماست اون منو تو این دنیا آورده من به اختیار خودم نیومدم اون من آورده تو این دنیا و اون برای من بهترین چیزا رو خواسته اینو بدونید و اگر درست کار نکنی اول در حق خودت اچاف کردی بعد خدا شک نکن انسان دو بار متولد میشه یک زمانی که از مادر متولد میشی که دست خودت دو زمانی که تو این دنیا میفهمی که اصلا برای چی خودت رو آورده تو این دنیا تو هم نمیدونی خدا برای چی رو آورده تو این دنیا میدونی؟ فکر کن به این جمله ای من تازه دو سه سال فهمیدم اه من یه رسالتی دارم اینو بعدها شاید بفهمی بعدها شاید بگیم اه 20 سال دیگه تو قراره یه پزشک خفن بشی یه مهندس خفن بشی مستر چون یه جمله بگم به پختگی میرسید اوکی؟ به پختگی میرسید خورتور به پختگی میرسید رامین مولایی که در 37 سالگی هستید با رامین مولایی 32 سالگی خیلی مخفصه خیلی کم کم پخته تر میشید بزرگتر میشید و بعد میفهمید ای من یه رسالت دارم 90% 99% انسان ها رسالت شون نمیدونه سفر زندگی 99% آقا پدر مادرهای ما یه رسالت هایی داشتن این خیلی جمله سنگینی ها اگه بفهمید و یه نکته میگم من آدم موفق هایی دیدم مثل اینکه شما رونالدو رو همه تون میشستی دیگه من رونالدو رو همه میشستم من یه لحظاتی دقت کردم
مثلا گل میزنم اوج شادمانی شه داره با بالا سایی صحبت میکنه. مثلا من لبرون جیمز رو خیلی دوست دارم، اگه اینستاگرام منو دنبال کنی یکی از دغدغه‌های من اینه که آقا این با بسکتبالیست سری من عاشق این آدم همسنم هستی با هم دیگه بعد دیگه از دید من یه آدم بسیار موفقه. یه جایی که مثلا داشته برنده میشده اینا من دیدم که داشته با خدای صحبت میکرد یه لحظه جالب آدم های موفق هم وصله اینا رو بگیم شما وضعیت اینکه تلاش رو بکنید با قدرت با شما بسپارید این قانون باشه. خیلی من درس کنم اینو که مثلا توضیح بدم دوباره به بحث بکنم. آقای مولایی چی گفته؟ گفته اگر سه ایکس به علاوه یک ببین ایکس منهای سه بین منفی یک تا سه باشه گفته جواب این نامعادله کدام باز است؟ بچه این سوال من به چهار روش اگه میخواد خانم فیلم بگیره الان ولی یه جشون میگم نه چون اون روش لبه باز است کسی نفهم. آقای مولایی این سوال من این سوال رو میخواهم حلش کنم بچه من این سوال به چهار روش میتونم حلش کنم. چهار روش خیلیه. آقای مولایی روش اولشه گفته جواب این نامعادله کدام باز استش از چی برم؟ بازه ها تابلو دیگه پس این ها روش اول ما هستش که ردیه دوشون هست. روش دوم گفته بودم یه روش جذاب گفتم اسم لبیه بازه. روش سوم چی بودش؟ مخمی بودش که یه بار اینو باید حل کنید یه بار اینو حل کنید اینو که حل کردید اینو که حل کردید باید با همیدی اشتراک میگرفتید گفتم روش چهارم هم میشه رسم میشه. آقا ما در کلاس همون کاملا مخمی و بعدش تستی با همیدی داریم کار میکنیم. الان بدی ما همیدی ردیه گذرن رو بینیم. اولی گفته قبل است؟ یک دو بعدی گفته قبل است؟ سه چی بود دو توین هست نیست. آقا این مولایی دو داره ولی دو رو نداره. دو رو جا گذاری میکنیم یک همی توی جا گذاری میکنیم فرده اینجور رو کنیم. اگر من دو بدم دو سر تا شیش پا یک میشه هفت. اگر دو بدم دو منای سه میشه منفی یک. خب اینجا بوده منفی یک اینجا بوده چه بچه سه. آیا منفی هفت از منفی یک بیشتره؟ نه بیشتره؟ نه. آقا مولایی که غلط کردی غلطه. این غلطه افتاد یعنی دو نباید تو جامعه من باشه. این گزینه میره به جرم داشتنه دو از یه دوم تا سه دو رو داره. غلط کردی از منفی دوم تا سه دو رو داره. غلط کردی جونم برده بچه‌ها کسه کنکور 98 هم اومده و 99 هم اومده و بشتری بودی با هم میشن درسته من عکس اینو بگی تا برم روش دوم روش سوم هم میگم دقت خوبی ما خود آرده فردوسی بود میگو محبت سنگیم میکنی چرا؟ استاد من چند تا مثلا دوستایی داشتم که مثلا شریف بودن و استاد خفن شریف یه فیلمش در اومد دیگه نمیخوام برم تو بودو درس و درس رو میشه یه فیلمش در اومد دو بچه شریف مثلا گفتن به بچه میگفته آقا نرید از ایران واقعا میگه سر کلاساش نرید از ایران بمونید ایران رو بسازید اینجوری اینا دفعه که بلند شده از سر کلاس سال 98 گفت آقا یکم میگفتی آقا نرید 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 شما این در برنامه گذاشتم بیرون شما چرا نمیرید درنش بسته شد آقا شما که خواستی بسازی یه برنامه 20 سال ساخته بودی اون که برنامه رو ازت گرفتن یه آدمی استاد خیلی تخفن ها خیلی میگم به فکر بهترین درس ها بیرون سر درس ها و سر کلاسی هم قیبت خیلی کم هستش خیلی قشن نبود آقای مولایی بریم با هم زمان تخصصی هم خفن آقای مولایی گفته سه ایکسه به علاوه بیاری ایکسه به نیسه بین منفی یک تا سه این نامعادله میتونه از روش لبه بازی ان شاءالله حلش کنه. لبه بازی چی میگه خانم؟ نامعادله رو میتونی به معادله تبدیل کنی. اینو میگیریم یک، اینو میگیریم دو، اینو حل میکنیم، اینو حل میکنیم، انشاءالله لبه های بازه پیدا میشه. اما یه نکته جالب هم میگه روش لبه بازه یه باگ هایی داره، باگ که اون روش مال خودم، من باگاش رو میتونم رفت کنم هیچ کی جز من نمیتونه، چون روش خودم هی خود خود بهت میگم و قبل میشه آماده بریم اینو با هم دیگه حلش کنیم. خب مولای جان مولای جان مولای جان مولای جان جان طرف وسطه بکنیم با هم دیگه بگی بچه ها میشه سه یک شد دارم دیگه بچه ها سه یک سه به علاوه یک موسایی با هم کنم من یک سه به علاوه شد سه این بده این بعد این میره این بعد آقای مولای اگه این بیاد این بعدش هم میشه چالیس من
این چند میشه؟ دو میشه. یعنی ایکس من چند میشه؟ دو. دو چهارم یعنی یک. یعنی یه لبه بازی دومه. وایسا هول نشد. یه لبه بازی دومه. بدیم هر دو هر دو کنیم. دو اینو بگیم. تفر بازم نیم کنم. بگو کنم. سیکس برنامه یک مصابیه با؟ سیکس من چند؟ نو. چند؟ نو. سیکس و سیکس میره. این باید برابره؟ طبعاً خیلی. یعنی فقط لبه بازه چنده؟ فقط لبه بازه چنده؟ یه دو. آقای مولایی فقط لبه بازه دوم باشه. اینکه غلطه فقط باید دوم باشه. من این فیلم رو دیگه باید بنویسم. دومی گفتو قبل سه، بعدی گفتو اگه دوم تا سه، درسته؟ بله. لبه بازه باید فقط چند باشه؟ چند بیشتر؟ یه دو. اینو میگه به ضرس قاطع غلط. آقا مولایی لبه بازه باید فقط دوم باشه. خب بس اینه دیگه. یه جمله فقط بس. ایکس مصابه یه دوم اگه لبه یه بازه نیست اگه کسی نیست ریشه مخرج نباید تو جواب مسئله باشه ها ریشه مخرج نباید تو جایی اگه ریشه مخرج جواب تو مسئله بود میفهمی چی بگم نیفهمید میدونم نیفهمید آقای مانه ریشه مخرج چنده بچه ها؟ سه ایکس مخالفه با سه ها یه لحظه یاد آیا قبل یه دوم سه رو داره؟ نه پس یاد داره درسته یعنی لحظه آخری لحظه چه کن آقای مولای کسبیه خب ریشه مخرج چنده بچه ها سه سه تو گذنه زدی فقط یه لحظه چه کن آیا سه تو جوابای شما هستش توی این توی این توی این آقا قبل یه دوم سه رو داره خانم نه دو پس درست رفت حالا اگه گذنه این خانم یه برداشت نیان کن اختراع من ها خب آقای مولایی لبه بازه باید فقط یه دوم باشه اینو میزنی یه لحظه نکست ریشه چند الان؟ سه چند؟ سه سه بود و تنزی دوم هستش؟ بله مولایی ریشه مخرج تو جواب هستش غلط کردی تو پس چرا؟ فهمیدی؟ فهمیدی؟ بزنه سهش یعنی آقا یه لحظه باهوش باش حالا دوباره الان میخوام این دوتا بذارم آقا مولایی لبه بازه فقط یه دومه باشه یه لحظه بیا میشه مخرج چنده بچه ها؟ سه جواب من هستش؟ نه پس ایرادی من مشکلی برای شما ایجاد؟ نه نمیشه تست شد بود عکسشو بگی بودو من بودو چه شد؟ گفتم اگه گذنه رو عوض کنم الان که زدیم تستو گفتم اگه گذنه رو عوض کنم آقا گرایلی هم پشتی برگروز گرفت یه باید سوزش میگه بلند بلند بیدن توش به حسابه توش به حسابه طرف طرف هم بگیرم بینیم بینیم خب بریم خب آه فهمیدی بچه خب حالا روش آقا آخری بذاره ما باسرها چیم ما وظیفه هم که چند ماه اول شما علمی پایت رو خوب کنیم که بعدش با صورت عجیب بریم جلو خفن کردیم باسرها آقای مولایی اگر بخواییم واقعا حلش کنیم چی با کنیم من چون اصلا باید توصیه نمی کنم دیگه حلش کنیم اینو بگیریم یک یعنی یک میگیرم چی بچه ها میگیرم سه سه به علاوه یک به روی ایکس منهای سه بزرگ منفی بعد این میاد این برای مخارج مشترک میگیری و در این جدول رو میکشی درس جلسه گذشته است مثلا این تست رو حل کردم براتون آقای مولایی بعد اینو بگیریم دو بریم حل بکنیم اینو بگیریم دو اینو اینو چی اگر شدیم هم گیر سه سه به علاوه یک به روی ایکس منهای سه کوچیک چند بچه سه بعد این میاد این برای مخارج مشترک میگه حلش میکنی افتاد بعد اینو به دست میگیری جواب بشه اینم به دست میگیری بعد اینو با هم دیگه چیکار میکنی ما اشتراک میگیره اشتراک چون مشترک دیگه همین باید رو خود همین دست حل کرد یعنی اگه دانش آموزی ایراد داره برگرده اول اون تیکه‌ای که حل کردم و یاد بگیرید تست 98 رو تست 97 رو حل کرد اونو نگاه بکنه بعد اینو حل بکنه اینو بعد منزل حتما حل میکنه پس اینو حل میکنه جوابشو دست میده تو خونه خواهش میکنم التماس میکنم تو کار بکنم اینو حل میکنی جوابش رو دست میدی اینو حل میکنی جوابش رو دست میدی بعد از این و این چیکار میکنی اشتراک اشتراک میگیری ببین جوابش واقعا درسته یا مولایی چرا تو بهتر میگه عکس میگی بدو بدو پس روش مفهومی یاد نرا همون سوال قبلیه دیگه این منطقی یک نه یک بیده سواله همون قبلیه دیگه حالا هرچی باری کرد خب آقا مولایی بریم ادامه
این زمان دام شو برو سر بعدی دکترم برو سر بعدی بحبه چقدر خوبیم من دو تا سوال حل بکنم که جمعنی مطلب تموم شه بدم قسمت بعدی تا اینجا خوبه گرفتید؟ شما که جلس هوردی بدی میدید؟ بهتر میشه فیلم رو میدید؟ این نظیر میشه آقای مولایی شروع میکنید گفته جواب این نامعادله کدوم میخوام این از خود شما کمک بگیرم سراسری خارج 92 گفته قدر مطلق x2 منهای 2x کوچیک x گفته جواب این نامعادله کدومه به خدا بخوایی رو علمی حل کنید رد کنی بهتره با بازه برمی رو بخوای حل بکنی و نامعادله حل کنی سخت مولایی گفته جواب این نامعادله خب یه لحظه بچه ها میخوام شما برمی بیدید یه لحظه باسبا چونید گزینه اول صفر تا چند یکه گزینه دوم صفر تا چند سه گزینه سوم یک تا چند بچه ها دوه گزینه چهارم یک تا چند بچه ها سه گفته جواب این نامعادله کدام بازه است؟ آقا قربونت برم عزیزم گفته جواب این نامعادله کدوم بازه است؟ نظر رو بدیم و هم یک شاکنیم اول گفته صفر تا؟ یک گفته صفر تا؟ صفر از چه روشی بریم حال بیشتر بریم؟ قبلنده آره دیگه آقا وقتی موازه داری بریم دنبال لبه؟ خب آقا لبه خب ربانی خب اگه بخوایی نم مصابی بکنی خود این معادله حل کردن سخته اصفالی بذاره بذاره باهوش باشی خب آقای مولایی صفر تا یک صفر تا سه یک تا دو یک تا سه یش بگو توی باشه توی نباشه چند؟ چند؟ یک توی این؟ هفت توی این؟ نیست دیگه چند؟ دو توی این؟ هفت توی این؟ نیست مولایی با دو شروع میکنه دو رو با هم یه قهرمان جا گذاری کنیم میشه؟ چهار آقا از صفر تا سه دو رو داره میبری دو رو؟ نداره دو بزه اینجا چهار دو بزه اینجا چهار چهار اینجا سه من دو بگی این چند بود؟ دو چند؟ دو دو جا بود حالا هر چی بود آقای مولایی دو بزه اینجا این چند میشه دو قابل قبوله؟ نه قابل قبوله؟ نه یعنی باید دو تو جاوای من؟ باشه دو باید تو جاوای من؟ باشه کدوم گزینه ها میرن؟ یکی رو با دیگه چی؟ سه یک با؟ سه یعنی گزینه که دو رو نداره گزینه که دو رو نداره آسفه اگه یک کنی ها بزنیم کرد چی؟ حالا با یک من مایه حل میکنم بده من اینو حل کنم بعد ما رداش بکنم باشه معامله رو هم بزنید بیش آقا مولایی من به قرآن با روش شما نهارم نارد بیش صفر تا سه یک تا سه یه چی بگو توی باشه توی نباشه یک صفر توی نست نه صفر توی نست نه توی نست نه به درد نمیخور دیگه یک توی نست بله یک توی نست بله توی این نیست آره کلا یک رو هم یه افتخار جا گذاری میکنی میخوام این دور افتخار بزنیم یک رو بزن اینجا یک یک رو بزن اینجا یک رو بزن اینجا من یک من دو من یک من دو من یک بیرون یک یک این چند بود؟ یک بزرگ یکه؟ غلطه یعنی یک نباید تو جامعه من باشه پس کدوم گزینه غلطه؟ دو کدوم گزینه غلطه؟ دو کدوم گزینه غلطه؟ دو برو دو غلطه؟ دو جانم مولایی هستن آرم اقتصادی مولایی رو بداریم برای این شهر عکس رو بگیم حالا با درشو خانم بگیم یکی بزن حالا آقا میخوام رو بدونم باید دو تاشو بزن مثلا توی الان دیگه دو روش رو بدون بزن یه معدل توی لحظه مثلا با حرص بکنی میشونه با ما خونه که اصلا با دو آدیده نکنه سامی کنی چی داره که میشه با خونه که اینجا از با دو آدیده نکنه بیا اینجا خب اولی گفته صفر تا یک بعدی گفته چند صفر تا سه بعدی گفته چند یک تا دو درسته بیا گفتی یک رو بزن درسته یک رو این دو تا رو مقایسه میکنیم اینو اینو یک رو داری یک رو یک رو بزنم داخل این شد یک یک رو بزنم داخل این شد یک غلط دیگه یعنی یک نباید تو جواب من پس این گزینه غلط باشه این گزینه یک رو داره نه این گزینه یک رو داره نه این گزینه یک رو داره حالا بریم ببینیم اینو این بدیم آقا بود یکم سخت شد این صفر باز تا یک بازه این یک باز تا دو بازه این یک باز فهمیدم دو میدم راحته هم دو دیگه فرم این دو رو داره این دو رو نداره این دو رو نداره تمکن
کرد. دو رو داریم. چند؟ چهار. 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 این چند بود؟ دو. قابل نبوده؟ بله. قابل نبوده؟ بله. یعنی من دو باید تو چهار من؟ باشه. این گذرینه به جور نشه؟ دو. این گذرینه به جور نشه؟ دو. باشه. همین؟ این چی باشه؟ این چی باشه؟ دو رای علف اونا دیگه قشنگ آقا اگر این سوال رو بخوای علمی حل بکنی من میگم تو دور اول حل نکن. چرا؟ بازه بندی بکنی، بازه بندی بکنی، بعد نامعادله حل بکنی، بعد اتفاقا دو تا بازه بشه. تازه این سوال از اون آشکال هست که سه تا بازه بشه تو قدر خودتر رو یاد بیرن. ولی آقا این سوال بذار وقت بذاریم تو این تو چشم دو تا سوال حل بکنم. اوکی؟ بذار دو تا سوال حل بکنم. بریم بعدی. بسم الله الرحمن الرحیم. سوال چندی؟ سوال خالی. سوال آمو داریم روش دوم گفته، روش سوم، این روش آقا رفت. آقا یه نکته، بعضی موقع الان من این سوال بخوام یک کنه بشه اونوی چند قشن نوشه گفته روش سوم نیا کنید چی نوشته؟ بازه بندی برای منطق، بازه بندی طولانی هر بکن مولایی بریم که تو قدر مستن با بازرندی رو حل میکنم. ولی من هیچ موقع در جلسه کنکور در روز موعود این سوال با بازرندی حل نمی کنم. رد نگذنش خوبه با امونه رد نگذن نهدش لبه بعد نیست خوبه باقراشو بگیریم حالی میشونم با امونه بده اون رسمی که اگه شکل مونم بکشی خیلی حالی خدای شکل با امونه یعنی ما به روز میرسه که شکل سمت این بری و زیر 10 ثانیه میکشم اون بری هم 2-3 ثانیه میکشم ایکس گیم تمامش کشید اون رو زیر 10 ثانیه من میکشم زیر 10 ثانیه بعد بکشی میفهمی چه اتفاق بالا داره گفته میگه اون بالای اونه میذاری پسش گفتم به اون روز میرسیم که ما رو هوا حساب کنیم اینجوری بکشیم انگار دیوونه شد اینجوری میکشیم دیوونه شد حالا نمیدونم بچه اون وقت میبینید خرج رو فقط اینجوری میشه اونجوری میاد اینجوری میاد اینجوری بعد ایکس رو میکشی اینجا داره خطش اون بالاتر میشه این کار رو میکنه نگاه دیوونه شده که اینجا فیلم بگیره نگاه داری با خودمون سوال میکنیم ولی کلی این کاری که نگاه با انجام این محاسبتون رو قبول میکنه بریم سراغ سوال بعدی بحث رفع کنیم سوال بخونیم هم دیگه سوال بر من در کدام محاسبه همه با هم نخونیم چرا بسه تو داری زرد بسه بلندتر بخونم بلندتر داشته بود حالا بودم تکی بکنیم در کدام بازه مقابل ایکس تابع اف ایکس بایس 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 اف ایکس همون چیه؟ اف ایکس پنج یمن های بعد اونتا ایکس همه خب و بالاتر از جی ایکس بایس ایکس همون بایس بوده آیا دوارش خب گفته چیه؟ بالاتر از جی ایکس همون چیه؟ قدر مقتل دو ایکس بازه رو بخون اولی بازه منفی دو سوم تا یک بار خب منفی چهار سوم تا دو بار خب منفی دو سوم تا دو بار خب منفی چهار سوم تا یک بار منفی چهار سوم تا یک بار گفتی در کدام بازه تابع اف تابع اف بالای تابعشه خانما وقتی میگه تابع خانما وقتی میگه تابع اف بالای تابعشه اون بزرگ اونه دیگه درسته بچه ها یعنی ریاضیش یعنی چی هر شان یعنی در واقع میشه پنج درسته یه بزرگ آقا بزرگ اون حالا یه چیزی حلش کنم آقا یه بزرگ در کدام بازه آقا مولایی بازه اول گفتن منفی دو سوم تا یک باز این تا دوه این یکو یکو نداره ای جانم مولای جان یکو جا گذاریم x مساوی با یک با چش کوری اگه کوری از کوری مرحله بالاتره کور با گیج با هم بیا میشه میشه کوری کور و گیج بیا آقا یه سوالی اگه من یک رو نمیشم میشه اون میشه چند این بزرگی یک رو اینجا درسته یعنی قابله یعنی یک شما تو جواب من باشه کدوم گزینه غلطه یک مرادی کدوم گزینه غلطه یک و یک غلطه چرا یک رو یک رو
چهار سوم منطق چهار سوم یعنی چند خانم؟ منطقی یک و خورده چهار سوم یک و خورده هم منطقی یک و خورده تا دو منطقی دو سوم یک هستی نگاه کن هم منطقی دو سوم تا دو باز این چی نمو کنی باشه دوی نباشه چند؟ منطقی یک چند؟ منطقی یک هم منطقی یک و خورده تا دو منطقی یک و داره هم منفی یک و خورده ای تا دو منفی یک و داره این منفی یک و نه منفی یک و جا بوده کن فقط با چشم الله باید باید منفی یک کنایه کشه منفی دو صفت هم منفی دو منفی یک کنایه کشه منفی دو منفی دو که به بیرون دو پنج منفی دو میشه سه اگه من منفی یک بدم به این منفی دو چند بیرون دو قابل قبوله قابل قبوله یعنی باید منفی این جامعه بند؟ باشه منفی باید جامعه بند؟ باشه گذنه سه دیره چرا؟ گذنه سه دیره چرا؟ منفی یک رو؟ نه و اکبر چقدر خوبی ما اوکی خوب عکسی شو که دارم باشه برده حالا میخوام ایش دیگه باحال به پیاد بدن آقا مولایی از شو اگه علمی بخوایی اینو حلش کنی؟ بگو اینم اگه بخوای علمی رو حلش کنی چند دقیقه؟ یکی دو دقیقه، یکی دو دقیقه من خواهی دقیقه کارم کرد یکی دو دقیقه دیگه نه یکی دو دقیقه دیگه آره، کم کرده خب اوکی کم کرده، خانم حواست به بیشتر به دورو بذارم من باید تو دورو بریم من باید تو دورو بریم
داره حرکت میده. آره داری چی بولی داری چی حرکت میده این زیدی چی جزدا پوره جاله کلاسی داریم ما مراد دمت گرم همه یه دست یه دست گلچی کرده من نمیدونم این تیمو بغل همونه چجوری چیده خط دفاع حمله آفای دفاعی قدر به قرآن میده اگر آخه بردختی نیا کن ما مثلا یه شاگرد دارم بهش پیغام دارم مثلا آقا پیغام بگی چی میگم مثلا تماس بگی که چی میگم شاید قدیمیه که تماس بگی که ما آقا بیادش یه تیکه برای بچه ها انگیزه اما در یه دانش آموز داشتیم در خیلی زندگی جالبی داره 12-25 سنه بودش کن 90 درصد این شاهکار بود دیگه الان پزشکی داره میخونه داره تمام میشه دیگه گفتم آقا بیا اینو برای بچه صحبت کنه حالا چی جواب داد آقا داداش هم کن گیره بهش میگه داداش گفتم میخوای من رازیش کنم اونم میاد گفت داداش من بهش کن پیغام نرم اونم بهش میگه داداش گفتم برای بچه های مملکت ما انگیزه است حالا دیگه برای ما بچه ها از دارم چی میگن زنی میخوام یه آن مامانم یه کردی ماما خاک خیلی برد کنم دیگه بچه ها بچه اینجور برای آقا ماشده بلدی نه تو بلدی خیلی من تو اصلا یه بار یه کلاس کسی داشتم چی؟ یه مشخص قبلا دارشی بودی مشخصه که تو از کنت میخواهیم آقا این بولایی نه داره یه خاطره باقا بگم من کلاس کسی خوب کم میرم یا حالا مثلا خیلی کم بعد دیدی واقعا میشه به ندرت بگیم مثلا طرف اینقدر سفاره شده باشه اینجوری نا یه چند سال قبل بود مثلا سال مثلا 90 بودش اون موقع مثلا کلاس کسی خیلی بیشتر میرفتیم خواهد با اون خوب پر بودش نا یه شاگرده بودش الان دختر جواهر فروشی داره ازدواج هم که دعوت هم کردش من رو که من نرسیدم برم بعضیشون که اصلا بعض آیی مالی خدمت من اصلا نمید بگم این کلاس کسی هم آمالی رفت اینا همیشه با این گوشی برمیدن مثلا من مثلا اون میوردم میمن مثلا یه دونه چایی بخورم این گوشی برمیدن چک میکرد مثلا گفتم بعد آتوی لفتم دارم آقا یه بار داشتیم آزمون میگرفتیم یه دفعه گوشی اسمس اومد اسمس اومد گوشی ما برشتم گوشی برشتم رو نگاه کردم حالا هیچی نایمه داری سفر اوکی زدم و حالا مثلا داشته باشم من یه اسمس اومد و مثلا چیز دیگه ای بود گفتم این چیه؟ تو چی این چیه؟ دقیقا میگه گفتم این چیه؟ آقا چی؟ داشته با تا اینجا آقا چی؟ گفتم بهت میگم این چیه؟ ساکت شد گفتم این چه کسی هم پخواهی داره؟ گریه! آمرنگی! گریه! دو دقیقه ادامه دادن نمیده همه چی؟ گریه کردار! گفتم دیوونه علکی رو نمیگم بابا اون رو ترسیدم یا برای شفت با همین دیوی آقا گریه کرد گریه کرد گفتم چه غلطی میکنی گفتم چه غلطی میکنی از همه چی رو میکنی همه غلطی که یه یه خود رو کنی خب یادش بکنی خب با انرژی گفته پنج منه قدر مطلق ایکس منه این مصاحبه با قدر مطلق دو ایکس آقای مولایی گفته من میخوام جواب دارم با دوازان سمانی 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 ندارم جواب دارم یعنی اون کسی باید مکتر میگیرم گرفت پس میتونی بارو بزنی فقط به تلاش خودت اول توکل به اون و تلاش خودت بهتر با انرژی و به خود ایمان داشته باشی گفتم به خودت ایمان داشته باشی پنج منه قدر مطلع ایک سمنه ایک مصاحبا قدر مطلق آقا مولایی لبه واضح رو میخوای پیدا کنه آره اگه اینو من به مساوی من اگه اینو من به مساوی تبدیل کنم لبه واضح پیدا شد
اگه ایشان به حلش کنم لبه بازه با خمومونی من چونی اینو حلش کنم همه این بچه های بازه من اما این جمله جذاب مگر اینا قرار نیست لبه بازه باشه خب اگه میخواد لبه بازه باشه بس یک باید این خب بعدی ها خوبش کن اگر قرار ایکس مساوی یک لبه بازه باشه لبه بازه باشه اگه میخواد لبه بازه باشه پس اینو باید چیکارش کنه صفر کنه دیگه یعنی جاگذاری کنی قابل قبول بشه دیگه این جمله بشه گفتم باردارا اگر صدق نکرد یعنی لبه بازه اون اگه صدق بگم لبه بازه است من چی گفتم اگر صدق نکرد پس لبه بازه نیست دنبال صدق نکردن میشه یک کار بذارم میشه آه عدد دیگه یکی میره سی میره پنگ میره یک رو بزنید دو میماره انجام ابتدایی رو برابر نیست غلطه خب چون غلطه پس لبه بازه نیست جونم مولایی این غلطه این هم غلطه گزینه که لبه بازه شکه گزینه که لبه بازه شکه غلطه لبه بازه دوه داداش شما بزن اسکول دو رو جا گذاری میکنه اسکولی؟ خب آقا دو لبه بازه است دیگه این داده هم داره این دیگه لبه بازه منفی 4 سوم این دیگه لبه بازه چیه؟ گفتم دنبال این باشم که صدق چی؟ نکنه اونی که صدق آقا صدق بگم لبه بازه است گفتم نه اونی که صدق نکنه خب بریم دوتا آقا بزن یه دیگه نمیدونم کنیم باید عدد امتحان کنم دیگه آقا این روش اول اون رده گزینه بود دانش آموز میگه جی میده ما این روش حل کنیم باش بریم هم دیگه اگه من منفی دو سوم بذارم میشه 5 نمره اگه اینجا بذارم منفی دو سوم بعد تو یک شده؟ منفی یک شده؟ منفی دو سوم منفی دو سوم منفی پنج سوم که چنده بیرون؟ پنج سوم یعنی میشه پنج سوم موسایی با اگه من بیام اینجا بذارم منفی دو سوم بایسا ایکس رو گذاشتم منفی دو سوم ببینم لبه بازه ایشالا نشه این چقدر باله ایشالا نشه آه ولی نه نشدن بگمارز میکنم این شده چی بچه ها؟ پنج جمعه های پنج سه بوم موسه با اگه من منفی دو سه بوم بدم این چنده بیرون؟ چنده بیرون؟ چند؟ پنج چی بوده؟ پونزه سه بوم پونزه سه بوم یعنی پنج سه بوم؟ ده سه بوم با چهار سه بوم برابره؟ نه این خدا رو شوشه پس این هم سه بوم کردیم میفهمی؟ یعنی اگه جیرونی با لبه بازه باگشو گرفتم برات قشنگ؟ حالا خیلی هستم حل کنم برای تو قرده رو بزن سه تا بازه شما کنم یه تیز حل کنم با بازه رو کنم همین بود داریم این نیست آره 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 یه دونه حل میکنم که حالت خوشه با داریم با هم اوکی؟ آه این جانه آقا این جوزه ما نه صد فصله ده هم یازده هم دوازده هم چه فصلایی؟ تنگ علامت مقدمات قدر مصطفی و براکت و مقدمات ابتعاد ها یه خدمت درس کنم انتقال کامل افتاد بعد جزء بعدی خیلی خفن‌تر میشه شما این جزوه سوم حالتون خیلی خوب خیلی خوب ولی هی بعد جزوه رو چکار کنید؟ به جدید در من کنید ای کسانی که ایمان آورده اید بریم سراغ سوال بعدی آخه چقدر اینجا درس های قشنگی نه بریم محضی شروع کنیم تنگه رو خوبت گرفتید؟ بله نه خدای خوبت گرفتید؟ بله همه سین خوبت نگرفتید نه خدای خوب بودش؟ بله من یه شکل دارم سلام بالا خانمای گل آقایون خفنا پسر این نمودارشه مشکی نمودار اف این آر اینجا ب آقای مولایی این چه قشنگ خدایی جزوه نوشتن
طرف میخواد مثلا بچه من از دوزگاه رو میخونم من خندم میگه طرف میخواد یه مطلب رو توضیح بده یه برگ تو مینویسه ابتدا این کار را انجام میده نگاه مثلا طرز تهیه مثلا چه میگن قرم سبزی و لازانیا و آقا ساده اول شکل نکن اینو این خیلی است که این دوتا تخته شما کمک میکنه این مفهوم مثلا اولا تابع اف مشکی است تابع ژ تابع خطی آبی است در نقطه آ و در نقطه ب این دوتا با هم چی شدن؟ برابر شدن آره یعنی همدیگر رو شکار کردن؟ وقتی قرد کنن یعنی با همین دوتا نمودار با هم چی میشن؟ یه لحظه اینجایی که من نشون میدم این تیکه این تیکه یعنی قبل داره قبل آ ژ بالاتره یا اف بالاتره؟ کدوم بالاتره؟ از آ تا ب از آ تا ب کی بالاتره؟ کی بالاتره؟ از ب به بعد کی بالاتره؟ کی بالاتره؟ جمله اول با هم بخونیم آقا وقتی فارسی داره میگه این بالای اینه چرا در کنکوره اینه بزرگ نگاه میکنیم وقتی میگه این بالای اینه میگه اف بالا بزرگ ژ اف بالا ژ اف بالا ژ خب آقا مولایی جانم کجا اف یعنی مشیه کجا مشیه بالاتره این وسط بیره از ایکس از آ کاشی بچه ها بگه مساوی نداره چرا؟ آقا میخوام فقط اف بالا باشه بالاتر باشه در نقطه آ اف باشه چیه؟ نمیخوام برابر باشه میخوام بالاتر باشه بعدی بعدی شده چی؟ اف پایین ژ پسر وقتی میگه اف پایین ژ حالتی معنی در یا اف حالا رو شکل بگو میگه اف پایین باشه اینجا پایین دیگه میبینی دیگه بهش که پایین تر باشه خب یعنی چی اینجا؟ قبل آ یه بار میخوام اف پایین تر باشه یعنی مشکی پایین تر باشه اینجا مشکی پایین تر یعنی قبل آ اینجا مشکی پایین تر قبل آ چیو دارم وسطش؟ این جوابته جواب دیگرش اینه دیگرش اینه این جوابشه جواب دیگرش اینه اشتراک گذاری که نمیشه که مشترک رو هم میسنیم و رو این قبل آی اون بعد به چه ربطی به هم دارم بری معنی بعد رو بیشتر در کنکور ببینیم گفته اف چی بچه ها؟ اف بالایش قرار نداره اف بالای ژ قرار نداره یعنی یا کوچیک‌تر از ژ و آقا مولایی بلندتر از دانیال نیست یعنی یا کوچیک‌تره یا مساوی آقای مولایی اف بالای ژ نیست یعنی اف حالا بخواییم با هم اندازه آقا مشکی میخوام پایین‌تر باشه یه جای برابرم بودی را نه یعنی چی میشه بچه ها؟ میخواد مشکی پایین‌تر باشه برابرم بشه ایراد نره کمتر از آ بعد یعنی x کوچیک‌تر مساوی آ x کوچیک‌تر مساوی آ اجتماعش با بچه مشکی میخواد پایین‌تر باشه مشکی پایین‌تر باشه بگی بچه ها قبلی قشنگ تو چهار آقا وقتی میگه اف و ژ هم رو قطع میکنن یعنی اف آقا این رو قطع میکنه مساوی بذار ضابطهاش این رو کجا قطع میکنه ضابطهاش رو مساوی بذار کجا اف و ژ هم رو قطع کردن برو قشنگ فهمیدی بریم شکل بعدی بیش شماره یکیش پنج و بعد دیگه پنج و شیش و هفت کنید اول این لحظه نیا کنید بچه ها میگه
این تابع اعتباره. قبل آ، قبل آ، قبل آ، قبل آ، تابع اف من چیه؟ منفیه. از آ تابع، تابع اف من چیه؟ بعد به تابع اف من چیه؟ منفیه. حالا بریم هم شروع کنیم. خب بریم هم یک چی بگم؟ وقتی میگه اف بالای محور ایکس های یعنی اف بزرگتر است بزرگتر است صفر بالای محور ایکس ها بگیم میشه اف بزرگتر است بگیم اف مثبته بالای محور ایکس های اف مثبته اینو به زمان بیرسیم حالا شکلی کجا میشه اف مثبته؟ چی چی؟ راست میگه دیگه آقا مولا اینجا مثبته دیگه از آ تا به ایکس بین آ و ب میشه مساوی داری نه داره؟ داری نه داره؟ چرا نه داره؟ آقا در نقطه آ اف چند میشه؟ صفر بگو در نقطه آ اف چند میشه؟ صفر در نقطه ب اف چند میشه؟ صفر بگی بزرگتر از صفر شما مساوی با صفر نمیخوام صفر دو 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 بگو اف پایین محور ایکس ها شیش اف پایین محور ایکس ها کوچیک صفر به زبون ریاضی اف کوچیک صفر کجا اف کوچیک صفره؟ از کجا اف کوچیک صفره زیر محوره؟ قبل آ و بعد ب اما ماشاءالله دو فرد قبل آ و بعد ب آقا هفت چی گفته؟ قرار وقتی میگه اف باره سه وقتی میگه اف بالای محور ایکس ها قرار نداره یعنی چی؟ یعنی اف کوچیک‌تر خب ببینید کجا اف کوچیک‌تر از صفر شکل نکنید از بچه ها من منفی رو میخوام با خود صفر نکنید بچه ها منفی اینجا با خود صفر آها منفی اینجا با خود صفر یعنی چی بچه ها؟ این کوچیک‌تر مساوی با چی نفهمید؟ راه افتادید آقا به نیمساز ناحیه اول و سوم میگیم وای مساوی با ایکس پسر به نیمساز پسر به نیمساز ناحیه اول و سوم میگیم وای مساوی با ایکس ناحیه اول و سوم رو قشنگ نصف کرد نیمساز بشه وای مساوی با ایکس یا اسم دیگرش تابع همانی اسم دیگرش چه بچه ها؟ تابع چی بچه ها؟ همانی چرا میگیم؟ چرا همانی میگیم؟ همانی چرا شده برمیگردیم؟ یک بده؟ یک دو بده؟ دو آقا نیمساز ناحیه دو و چهار بچه یه رسی نمی کنیم؟ ناحیه دو و چهار داره نصف میکنه ناحیه دو و چهار داره کیه؟ 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 ایگیره گفته با من پس نیمساز بهتر شد؟ آه داره هی بهتر میشه آخرش که اصلا می‌نظری میشه اوج می‌گیری فاصله می‌گیری زمین فقط مراقب باش آقای مولایی یه سوالی نیم ساعت نهایی اول و سوم چی میشه؟ دیگه نیم مصاحبا نیست لالا نیم ساعت نهایی اول و سوم چی میشه؟ دیگه نیم ساعت نهایی دوم و چهارم چی میشه؟ دیگه حالا یه سوالی حالا چه سوالی؟ آقای مولایی بعد یه جمله هشت نمیشه اینجا چی نمیشه؟ میگه تابع اف بالای تابع اف بالای نیمساز ربع اول و سوم وقتی میگه تابع اف بالای تابع اف بالای نیمساز ربع سومه تابع اف بالای نیمساز ربع اول و سومه مگه دیگه نیمساز ربع اول و سومه خب بزرگتر از اونه، بالای بزرگتر خب بزرگتر چی رو میزن؟ ایکس دیگه خسطور ضابطه اینو بزرگتر از ضابطه این که ایکس میزن فهمید قشنگ؟ این هم بریم سر خود این آخری رو بچه ها بنویسی دیگه لطف کن اینا رو وقت بذار بریم سر خود یه دقیقه وقت بذار اینا کاملش کن یا میخواه اکس بگیم این بعد هم چی؟ اونو ننویشیم حالا دیگه بنویستن اینا هم نیست کش دیگه میخوای بنویسی یه دقیقه؟ یا میخوای بعداً بنویسی؟ چیکار کنی؟ بنویسی فکر کنم الان تو این شکلا اشکالات در اومد همه مفهوم رو فهمید تو این شکلا این فهمید این هم فهمید یه ذره؟ آره اون فهمیدم یعنی خونه نمی فهمیدم ولی شما دارم داخل این فهمیدم آره آره این بعض آدم تو این نسبت نفهم دوستان بعدی فهمیده یا پیدا آه دو تا بود
که دو دو تاش بود نفر، دو تاشو نفهم بودی؟ هم هشت شیشه جو پرگیر بودیم خوبه، سایی کرد اگه یه زمانی باید مشروفی کردیم اینا جسارت نباشه چون دیازی درس خوشیه دوست دارم شده کنم درستمون درس بدیه بچه اگه شوخی کردیم جسارت نباشه ناراحت هم نشید وگر هم میدونید به عنوان هم برادر هم خواهر کوچیک دارم کلی دوستتون داریم اینو بدونید ولی اگه درس تو نخونی کلاه هم میره تو هم تو دارم بهتون میگم قشنگ کلاه هم میره تو هم بعد یه نکته میگم اگه احساس کنم به لبه کلاس نمی کنم خداحافظی میکنم از این کلاس قهرمانانه در یه روزی گوشی موقع قهرمانه خاموش کنم دیگه نمیرم این گوشی الان که اینجوری نیستش بچه ها خیلی اخلاق و بیاد رام میشتن با هم راه میشتن قدیم ماره یه داره بچه ها آشنا هم نبودن که ساله قرم همه این کارا به خاطر فوتو که نقشه خوب بگیم الان من احساس میکنم نسبت